اینکه جمهوری اسلامی با هر آنچه غیر از خود و خودیهایش دشمن است بر کسی پوشیده نیست. این دشمنی ناشی از انحصار طلبی ایدئولوژیک و خود برترپنداری بیمارگونه در همه عرصه هاست. وقتی این انحصار طلبی سلطه‌جو با سیاست و حکومت و قدرت دولتی کشوری و لشکری مجهز شود، آن وقت چیزی جز فاجعه نمی آفریند. دشمنی جمهوری اسلامی علیه بهائیت و ایرانیان بهائی با رقابت مذهبی و نوعی کینه‌توزی طایفه‌ای نیز درآمیخته است. بهائیت همان گونه در ایران شکل گرفت که شیعه، بهائیت همان گونه بر بستر اسلام شکل گرفت که شیعه. مهمتر از همه این که اسلام خود را آخرین و کاملترین دین می داند که آخرین پیامبر را نیز به جهان عرضه داشته، بنابراین جایی برای دین و پیامبر جدید باقی نگذاشته است. این است که بهائیان در زادگاه دین خود همواره مورد آزار و اذیت ملایان مرتجع و شیعیان متعصب قرار گرفتند. دین آیینی که از بغل اسلام و شیعه رویید تا شاید احکام قرون وسطایی آن را با اصلاح و تحول بر روح زمان در قرن 19 منطبق سازد، رهبران و پیروانش بیش از همه قربانی همان احکام غیر انسانی و نابردبار شدند. ولی برای اینکه دشمنی یک طرفه یا چند طرفه مراجع مرتجع ادیان مختلف حکومت را به جان مردم و مردم را به جان یکدیگر نیندازد، چه باید کرد؟ آیا جز یک نظام حقوقی مدرن و دموکراتیک که دین و مراجع را از حکومت جدا و حقوق برابر همه شهروندان را تضمین و هر تبعیض و درگیری مذهبی را مهار کند، راه دیگری وجود دارد؟ تا زمان تحقق چنین نظام حقوقی، ایرانیان میبایست از حقوق همدیگر از جمله ایرانیان بهایی در برابر سرکوب‌های ضد بشری جمهوری اسلامی دفاع کنند. هیچ کس از گزند این نظام در امان نیست.